22 ساله بود که جلوی دوربین رسانه ها نشست و یکی از جنجالی ترین اتفاقات دهه 70 رو رقم زد. احمد رضایی پسر محسن رضایی مستقیم از نظام جمهوری اسلامی انتقاد میکرد. جامعه امروز جامعه‌ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان. و در اون روزهایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میچرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بلخص شاه ایران، داشت میرفت بالا. و 7 سال بعد از این اظهارات، احمد در سکوت کامل به ایران برگشت و زندگی عادی رو از سر گرفت. ولی تو آبان ماه سال 1390 خبر مرگ مشکوک پسر پرهاشیه محسن رضایی تو هتل گلوریای دبی تیتر اول رسانه ها شد. آیا این مرگ اونطوری که رئیس پلیس دبی عنوان کرد یه خودکشی بود یا قتل؟ چرا احمد باید خودکشی میکرد؟ اگه به قتل رسیده باشه چه کسانی از مرگ احمد سود میبرن و چرا باید کشته میشد؟ قبل از شروع، از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. احمد رضایی پسر بزرگ محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران بین سالهای 1360 تا 1376. محسن رضایی اهل مسجد سلیمان و از اعضای گروه منصورون تو دهه 50 خورشیدی. گروه منصورون یک گروه چریکی تو ایران بود که تو استان خوزستان و علیه حکومت پهلوی فعالیت میکرد که همه اعضاش بین سالهای 51 تا 57 توسط ساواک دستگیر و راهی زندان شدن و هر کدوم بعد از گذروندن 2-3 سال حبس آزاد شدن. این گروه یک سال بعد از انقلاب به همراه چند گروه مشابه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو تشکیل دادن. وقتی بعد از انقلاب آیت الله خمینی فرمان انتخاب فعالیت سیاسی یا پیوستن به سپاه رو صادر کرد، محسن رضایی سازمان مجاهدین انقلاب رو رها کرد و وارد سپاه پاسداران شد. و زمانی که 27 سال داشت با حکم آیت الله خمینی فرمانده سپاه پاسداران شد. بعد از اون سمتایی مثل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدرس دانشگاه، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رو داشته و از شهریور 1400 به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور فعالیت میکنه. احمد اولین فرزند از 4 فرزند محسن رضایی و همسرش معصومه خدنگه که تو سال 1355 در حالی به دنیا اومد که پدرش به خاطر عضویت تو گروه منصورون تحت تعقیب بود و این زوج زندگی مخفی داشتن. احمد بعد از تمام کردن دوره دبیرستان به دانشگاه تربیت معلم رفت، ولی بعد از 2 ترم انصراف داد و تحصیلات حوزوی رو شروع کرد که این بار هم درس رو نیمه تموم رها کرد. اون وقتی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که تو سال 1377 از ایران خارج شد و در خارج از کشور جنجال‌های زیادی به پا کرد. احمد که خیلی زود ازدواج کرده بود، بعد از رها کردن همسرش به دبی و از اونجا به آمریکا رفت. منابع نزدیک به محسن رضایی خروج فرزندش رو سفری برای ادامه تحصیل عنوان کردند. احمد در مدت اقامتش توی آمریکا موضع‌گیری‌های تندی علیه جمهوری اسلامی کرد. اون تو سال 77 در گفتگو با صدای آمریکا قتل‌های زنجیره‌ای رو طراحی شده در بیت رهبری جمهوری اسلامی و با همکاری اکبر هاشمی رفسنجانی عنوان کرد و گفته بود شما توی زندان‌های ایران در خون قدم می‌زنید. حرفای احمد تو زمان خودش جنجاله زیادی به راه انداخت. اینکه پسر فرمانده سپاه تو زمان جنگ اینطور از جمهوری اسلامی انتقاد کنه چیزی نبود که بشه به راحتی از کنارش گذشت. توی همون زمان محسن رضایی صحبت‌های پسرش رو محکوم کرد و گفت در مورد اونم مثل بقیه ایرانی‌ها
قانون حکم خواهد کرد. احمد در آمریکا مدتی با یه زن آمریکایی زندگی کرد و از اون صاحب دختری به اسم دیانا شد که در حال حاضر ساکن آمریکا است و ازدواج بعدیش با یه زن کره‌ای بود. اون با وجود موضع‌گیری‌هاش علیه جمهوری اسلامی سال 84 در سکوت خبری کامل به ایران برگشت و یک سال بعد محسن رضایی تایید کرد که پسرش به ایران برگشته و تو برنامه تلویزیونی مردم ایران سلام در پاسخ به سوال مجری برنامه که از وضعیت پسرش میپرسید گفت ایشون نزدیک به یک سالی که بعد از درمان و حضور در آمریکا به ایران برگشت و مشغول فعالیت و زندگی در ایرانه. نکته جالب اینجاست که هیچ خبری از تشکیل پرونده یا محاکمه منتشر نشد. احمد در جریان برگشتن به ایران با دختر رضا سیف‌اللهی یکی دیگه از فرماندهان سپاه ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دختری به اسم ریحانه شد. اون 4 سالی توی ایران موند ولی در نهایت از 4مین همسرش هم جدا شد و دوباره به آمریکا رفت. ولی ظاهراً این بار مقام‌های جمهوری اسلامی با برگشتنش به ایران مخالفت کردند. روز 22 آبان ماه 1390 بود که خبر مرگ مشکوک احمد رضایی در هتل گلوریای دبی تیتر رسانه‌ها شد. احمد با گذرنامه آمریکایی و با اسم مستعار تام جی اندرسون و به عنوان یک بازرگان وارد دبی شده بود و بنا به گفته پلیس دبی جسدش 3 روز کف اتاق هتل گلوریا مونده و بعد پیدا شد. شهرام گیلابادی معاون اطلاع رسانی دبیرخونه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد در حالی که احمد رضایی در هتل گلوریای دبی در طبقه 18 اتاق 23 اقامت داشته به طرز مشکوکی درگذشته. موضوع در حال بررسی است و به محض تکمیل اطلاعات جزئیات آن منتشر خواهد شد. بعد از اون گزارش‌های مختلفی درباره علت مرگ احمد مثل خودکشی، قتل به دلیل جاسوسی و کشته شدن به دست ارازل و باش مطرح شد. بعضی از رسانه‌های جنای اصولگرا ادعا کردند مامورای موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، احمد رضایی رو ترور کرده. سایت اماریون که این ادعا رو برای اولین بار منتشر کرد، حتی وعده داد که به‌زودی جزئیات بیشتری از این اقدام اسرائیل رو افشا خواهد کرد، ولی این جزئیات هرگز منتشر نشد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رئیس پلیس دبی گزارش داد که احمد رضایی احتمالاً خودکشی کرده و جسد احمد رضایی در حالی پیدا شده که رگ مچ دست چپش بریده شده. سایت جهان نیوز نزدیک به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای پیشین مجلس نوشت که احمد رضایی در دبی به تجارت و فعالیت اقتصادی مشغول بوده و در جریان پیچ و خمای این کار گیر کرده و احتمالاً به دست ارازل و باش به قتل رسیده. یک روز قبل از فوت احمد رضایی انفجاری تو پایگاه موشکی مدرس اتفاق افتاد که تعدادی از اعضای سپاه از جمله حسن تهرانی مقدم که عضو کلیدی برنامه موشکی ایران بود توی این حادثه کشته شدند. سایت محسن رضایی به همزمانی مرگ احمد با انفجار پادگان بیدگنه اشاره کرد و نوشت که همزمان با شهادت جمعی از همرزمان محسن رضایی فرزند ایشان به طرز مشکوکی درگذشت و اضافه کرد که این گفته مدیران هتل که جنازه 3 روز بعد از فوت پیدا شده نشونه مشکوک بودن ماجراست، چون احمد با هتل قرارداد داشته و اتاق باید هر روز نظافت می شده. بعضی از رسانه‌های خارج از ایران هم این ادعا رو مطرح کردند که خود حکومت جمهوری اسلامی در مرگ فرزند محسن رضایی دخیل بوده. امیدوار رضایی برادر محسن رضایی بعد از انتشار خبر مرگ برادرزادش راهی دبی شد. پیکر احمد رو به ایران منتقل کردند و طی مراسمی از مقابل خونه محسن رضایی تشییع شد. در این مراسم تعدادی از چهره‌های سیاسی و نظامی کشور حضور داشتند و بنرایی در محوطه نصب شده بود که احمد رضایی رو تو لباس احرام نشون میداد و بر روی اون نوشته شده بود حاج احمد رضایی. پیکر احمد بدون عمامه و احشای بدنش که برای بررسی بیشتر در پزشکی قانونی دبی جدا شده بود توی محوطه امامزاده صالح تهران به خاک سپرده شد. 1 سال بعد یعنی تو سال 1391
بازپرس ویژه قتل تهران در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که در اتاق رضایی پوکه‌های مصرف شده قرص، بریدگی بر روی ساعد و اثر شوک الکتریکی بر کف دست وجود داشت. در حالی که هیچ کس با به کار گرفتن سه روش به طور همزمان خودکشی نمی‌کنه. تحویل ندادن اموال شخصی مقتول به وسیله پلیس امارات کار ما رو برای پیدا کردن متهم سخت کرده. برای مثال لپتاپ شخصی احمد رضایی، فیلم دوربین‌های موجود در راهروهای هتل و حتی پرینت تماس‌های اون، چیزایی که از پلیس کشور امارات درخواست شده و به ما داده نشده. بر اساس یافته‌های ما این فرد دارای اطلاعات کلیدی از برخی موارد در خارج از کشور بوده که ترس عامل قتل وی از انتشار این اطلاعات باعث شده تا رضایی رو از سر راه بردارن. احمد رضایی در چندین مورد قبل از حادثه درخواست ملاقات با بعضی مقام‌های ایرانی رو داشت تا بتونه اطلاعات خودش رو به اونا منتقل کنه و ادامه داد که ردپای سرویس جاسوسی اسرائیل توی این پرونده به چشم می‌خوره. بعدها محسن رضایی در سالگرد مرگ فرزندش گفت زوایای قتل احمد مشخص نشده، اما احمد ما بالاخره به اصل خود برگشت و احتمالاً به همین دلیل هم به قتل رسید. به این ترتیب فراز و فرود زندگی احمد رضایی در 35 سالگی با مرگی مشکوک در دبی به پایان رسید. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.